ببین دندان سوراخ شده. برای میگی خود آدم ایره نمیفهمم مگر اینکه کاملا دندانهایش را ببیند. بیاین کنترل کنیم. بیا بریم زیر میکروسکوپ میتونیم به خوبی ببینیم که استخوان دندان درس کرده. این سبب میشه که مواد معدنی استخوان از بین رفته و دندان ها سوراخ شوند. نیو پرومینرال اکشن کمک میکند تا مواد معدنی به تمام نقاط دندان رسیده و آن را حفاظت کند. دیگر درزهای دندان دیده نمیشه و استخوان دندانت هم محکم شده. تبریک میگویم. نیو پرومینرال اکشن چیز خوبی است. این ماده در تمام محصولات کرست کاویتی پروتکشن و کریم دندان کرست وجود دارد. May it always be in God's protection. الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بنداي محترم تلفزيون آريانا افغانستان شمارة ببرنامه برگشت به قرآن آخرین کشتی نجات بر بشریت خوش آمدید میگم. اولتر از همه ما باید سال نو هجری شمسی 1387 را 86 را برای همه عزیزان در سراسر جهان تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که سال خوب، خوش، پربار و پرثمر باشه و همه ازش لذت ببریم. ما در برنامه امروز، البته برنامه امروز قسمت دوم از برنامه هفته پیشتر است که خدمت عزیزان تقدیم میکنم و این برنامه امو مسئله دین که آیا تحمیل شده، آیا دین تحمیل شدن را میپذیره یا نه، سر از این صحبت ما است. قسمت دوم برنامه ما است. البته در قسمت اول یک بخش صحبت کردیم و امروز هم بخش دیگه صحبت میکنیم. در این مورد سوالات عزیزارم میخوایم بگیرم بیشتر که امی یک مطلب واضح شود. چرا هم از طریق میدیا و اینا یا رسانه‌های خبری اینا آدم بسیار میشنوه که خب این دین از در طول تاریخ همینطور بوده، به این شکل پیش رفته، با خشونت پیش رفته و با خشونت پخش شده. ولی ما وقتی قرآن را مطالعه میکنیم، ما مسلمان ها میبینیم که قرآن عظیم شان کاملا رد میکنه اینطور یک مسئله را که با خشونت یک چیز تحمیل شود، یک عقیده سر انسان تحمیل شود. آیا ببینیم که قرآن عظیم شان در این مورد چی داره؟ و ضمنا من میخوایم بفهمم که اگر دین تحمیل شده، کسایی که به عقیده هستن، بینندگان محترم ما به یقیده هستن که دین تحمیل شده، ما میخوایم ازشان که سند و مدرک داشته باشن، یکی. و دوم ای که آیا خرد و تعقل درش هست که یک عقیده تحمیل شده سر یک انسان یا سر یک جامعه، سر یک طبقه.
و اگر دین تحمیل نشده آیا سند باز هم از قرآن ما داریم که نشان بده که دین تحمیلی نیست و از نظر عقل و خرد هم تحلیل میکنیم ببینیم که چقدر کدام برداشت مستند هست، کدام برداشت به اصطلاح روش و سنت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوده و مسلمان های صادقی که صحابه بودن و در ایران کار کردن. باید ایران تذکر بتم که بعد از اینکه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگذرن وفات کردن به رحمت یزیدی پیوستن، خب مسلمان تضمین شده هیچ چیز نبوده، مشکلاتی بوده، اختلافاتی بوده، اشتباهات درش بوده، خطاهایی بوده که انسان است. او را ما به نام اسلام نمیذاریم. اصلا این واقعات ها را انشاءالله در آینده میکشیم برای عزیزای خود، برای بیننده‌های محترم از این برنامه، برای مسلمان های عزیز خود که ببینیم ما واقعات ها را نباید پد بکنیم. چرا یک واقعات عینی که قرآن عظیم شان هست این را بر مردم بکشیم ببینیم که چقدر ما بودیم در مطابقش، چقدر اشتباهاتی بوده که ما اشتباهات خود کم بکنیم، اشتباهات خود به حد اقل برسانیم و به خدا و کتابش خود نزدیک بسازیم. فقط هدف همی است. و ما آیاتی را که در مورد از اینکه آیا ای دین تحمیلی بوده هفته پیشترم مفصل صحبت کردیم روش البته، و آیاتی که آیه آخر را که ما در هفته گذشته صحبت ما روش بود، سوره قاف آیه 45 سوره قاف که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. خداوند می فرماید که او پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تو سر مردم جبار نیستی، جبر کرده نمیتونی، تحمیل کرده نمیتونی، زورگویی کرده نمیتونی، به این صراحت قرآن عظیم شان به هیچ وجه دین را تحمیل کردن نمیتونی سر مردم. بر پیامبر خود میگه خداوند. خب یک آیه کافی است برای ما که ما بفهمیم که نه، دین تحمیل نشده. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، و پند بده با می قرآن، با می کتاب آسمانی، او کسی را که از وعده خدا، از وعده عذاب و نارضایتی خداوند خوف و هراس داره. حتی او کسایی که خوف و هراس هم نداره، خب برش سود نداره اگر انسان بخواه که او را برش همیشه بگوید، وقت خود ضایع کرده در حقیقت. بگذارن تا او انسان ها خودشان متوجه شوند و دعا بکنیم برشان خداوند هدایت نصیبشان بکنند. دیگه کار خود ما کرده نمیتونیم برای انسان ها. و ضمناً قرآن عظیم شان در آیه در سوره انسان که سوره 76 قرآن پاک هست، آیه دوم و سومش براتان میخوانم. خداوند میفرماید انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان را خلق کردم، خداوند میگه که ما انسان را خلق کردیم از نطفه مخلوط، او را می آزماییم، به می خاطر ما فجعلناه و سمیعا بصیرا، ما او را شنوا و بینا ساختیم. یعنی دو حس، حس شنوایی و بینایی دو حس است که ما تمام حقایق را می تانیم درک بکنیم و تفکیک بکنیم و انتخاب بکنیم. بلا فاصله می فرمایی که اینا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورم. من میگه ما خود را درش نشان داریم برای بنده های خود، خداوند می فرماید رای راست و رای درست برشان نشان داریم، اما شاکرن و اما کفورا. می تانه یه انسان می تانه که شاکر باشه، شکرگزاری بکنه، سپاس بگذاره، سجده بکنه با حضور خداوند که هدایتش کرده به راه راست و راه درست، و اما کفورا یا میتونه که کفران بورزه، کفر بورزه، کاملا راه ردش بکنه. مربوط خودش است. راه را خداوند نشان داد برای بندهای خود و تحمیل نکرد سر بندهای خود. آیا خداوند نمیتونست تحمیل بکنه سر بندهای خود؟
خب میتونست که تحمیلش بکنه، اصلا میتونست پیش خالق خواه هیچ چیز مشکل نبوده، نه چیز مشکل نیست پیش خالق. ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند به همه چیز قادر است. او میتونست که قلبها را کاملا به مو شکل دیزاین بکنه، به مو شکل طرح بکنه که هر چیزی که خدا بگه بپذیرن. خب میتونست، به میخاطر انسان را فرق داد از دیگر موجودات، از حتی از ملائک فرق برش قائل شد. ملائک به مو شکل خلق شدن که جز عبادت و پذیرش چیزی دیگه ندارن، مخالفت ندارن، اصلا در سرشتشان نیست، ساخته نشدن رو دارن. اما انسان موجودات ساخته شدن که میتونن رد بکنن، میتونن قبول بکنن. به بخاطر است که انسان موجود است که مورد امتحان است و همین انسان است که دنیا و همه چیزی که در دنیا هست برش، در این زمینی که ما هستیم برش ایجاد شده تا از این عمر کوتاهی که هست استفاده ببره و رای خدا انتخاب بکنه و بالاخره یک روز پیش خدا همه رفتنی هستیم. خب آله یک مطلب نکته دیگر هم باید یاد بکنم، گرچه هفته پیشتر هم یاد کردیم، اما باید تذکر بتم که خیلی دین اسلام چه قسم پیش رفت. این فتوحات و جنگایی که بود در طول تاریخ که ما میخوانیم یا میشنویم خیلی به چی شکل اتفاق افتاد؟ البته دو شکل که ما روش فکر کردیم، یکی است که چون هفته پیشترم یاد کردم که یک تعداد گروه هایی می آمدن و با محمد صلی الله علیه وسلم هم صحبت می شدن، درس هایی می گرفتن، اسلام را یاد می گرفتن، می رفتن پس به کشور خود. خب در اونجا این تحصیلات که امروز از خود مسلمان هیچ تحصیلات وجود نداشت، اونا از صفر شروع می کردن، آیست آیست رشد می کردن، تعدادشان زیاد می شد، یک مسجد می ساختن، یک دینشان بود، به نیست اقلیت تبارز می کردن. مقامات و قدرت هایی که در اونجا بودن اونا این یک تهدید به خود، به قدرت خود فکر می کردن، کوشش می کردن که مانع از اینا شوند تا اینا را از ایرایشان منصرف بسازن و می فهمیدن که ای عقیده که آمده، ای عقیده بسیار سریع به پیش میره و شاید به سرعت بتانه که مردم دور خود جمع بکنه و او بدون شک تهدیدی برای قدرتمندا بوده در موقع. یکی از عامل شمی بود که وقتی اونا تهدید می شدن اقلیت ها، مسلمان ها مکلف شدن که قرآن عظیمشان میگه که باید دین آزاد به خاطر خدا باشه، هر کس عقیده خود آزادانه باید ابراز بکنه، آزادانه باید تمرین بکنه، عملی بکنه، عمل بکنه به دین خود و با خشونت پیش نره، با اصول و قوانینی که در جامعه هست مطابق جامعه پیش بره و کار خدا به پیش بره و هیچ کس هم مانع از اینا نباید شود. دین به خاطر خدا هست، برای اینکه قلب ها هست که متقلب میشه و او قلب ها هست که دین را درک میکنه، خب باید خدای خدا به مو شکل بشناسه. ما باید اگر منصفانه قضاوت بکنیم هر اقلیت های دیگه که برو در کشورهای اسلامی هم اگر هست یا همی آزادی را دارن، ما نمیتونیم بگیم که یک مسیحی یا یک یهودی یا یک گروه دیگه حق چیز را دارن، این آزادی را ندارن. نه، در اون صورت ما منصف نیستیم، ما منصفانه قضاوت نکردیم. هر کس میتونه آزاد دین خود تا جایی که در چوکات قانون اجازه برشان داده، تا جایی که تهدید درش نیست، تا جایی که تخریب درش نیست، تا جایی که تحریکات نادرست و غیر انسانی درش نیست، خب مسلماً اجازه هست. اما اگر یک سر چیزایی می باشه که سر حق و حقوق دیگران تجاوز میشه، واضح است قانون از خود یک سلسله مقررات داره که او را وضع بکنه. در این صورت بوده که مسلمان ها مکلف شدن که باید از اقلیت دفاع بکنن. یکی از جنگ ها به این شکل، فتوحات به این شکل اتفاق افتاد که البته روی ازی باز در بحث های بخصوص که ما داریم سرش صحبت میکنیم. و یک عامل دیگه ایش هم این بوده که مسلمان ها مکلف بودن که باید برن تبلیغ بکنن،
چرا مثل امروز باز هم نه تلویزیون و نه رادیو تلفن و اینترنت و اینا خوب بازی اصلا هیچ چیز نبوده، فقط یگانه وسیلشی بود که یک گروه تعیین میشد و میرفتن در یک ماه یا دو ماه یا یک هفته یا دو هفته یک جای میرفتن دیده تبلیغ میکردن و این آزادی را باید میداشتن. تا امروز الحمدلله که به این شکل وجود داره و باز هم باید تمام ادیان همی آزادی را داشته باشند که دین خود تبلیغ بکنن. آزادی را باید داشته باشند و اگر مانعی از اینا میشد مسلما برخوردهای صورت میگرفت که جنگای اونا اتفاقات میفتاد. دوستا و عزیزایی که در این موارد به خصوص در این موارد هفته پیشتر و هفته امروز هر دوش یک با هم مرتبط هست سوالات داشته باشند در این زمینه سوالات شنه بگیریم ببینیم که دوستا و عزیزا چی نظر دارن و کوشش بکنن عزیزای ما که اگر سند و مدرک قرآنی داشته باشند، برای اینکه ما برگشت به قرآن نام برنامه ما هست و ما ببینیم که آیا قرآن چی داره، اینکه ما مسلمان ها چی کردیم، اشتباهات کل ما داریم. انسان همیشه با اشتباه یک جا هست، اما امید است که همه بتانیم که با قرآن خود را درست بکنیم و راست بکنیم. اما ما بیاییم ببینیم که قرآن کریم، قرآن عظیمشان برای ما چی داره و چی میگه. خب حالا اگر دین و بخش ما یاد کردیم که به زور تحمیل نشده، خب چه قسم خیلی باید تحمیل شود اصلا؟ این دین باید چه قسم تحمیل نمیتونم بگویم، چه قسم پخش شود اصلا؟ دین پخش از دین به خاطر تبلیغ است که انسان باید تمام مسائل برای عزیزا و بیننده و دیگرها برسانه و اونا انتخاب باید بکنن. قلب هاست که باید متقلب شود، قلب هاست که باید تغییر بیافه، نه ایست که دست و پا انسان ها بشکنه به خاطر یک عقیده که او را قبول بکنه یا ردش بکنه. اگر انسان ها سارا جان خطای ما باز است، اگر لطفا نمی لینا را باز بانین که دوستای ما که زنگ زدن سوالاتشان را بگیریم. خب ما همینجا تذکر بدم که این قلب هاست که باید تغییر بخوره و اگر ما دین را به شکل درست شما طور که هفته پیشتر مثالهایی زدیم و گفتیم که اگر دین با امور رسایی که قرآن عظیمشان میگه برای مردم برسه، برای انسان ها برسه، مسلمن انسان هایی را رد نمی کنه اصلا. برای زی که یک چیزهاییست که همش درد انسان‌ها را درمان می‌کنه، به مسیر خوب و درست انسان‌ها را راهنمایی می‌کنه و واضح است که می‌پذیرند انسان‌ها. خب او انسان‌هایی که یک تعداد انسان‌هایی که نمی‌پذیرند مسلماً کسایی هستند که خب برنامه‌هایی دارن، اجندایی دارن، یا است که بعضی مسائل سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادیشان را تهدید میکنه به خاطر ترجیح از اون مسائل سر دین نمیپذیرن. در غیر از او واقعا اگر دین به شکل که قرآن عظیمشان به شکل که اسلام ای را میرسانه بر ما اگر رسانده شود، من فکر کمتر فکر میکنم که مردمی را رد بکنن. احترام متقابل درش وجود داره، احترام به عقاید دیگر را 100% وجود داره. در اسلام در بین ما مسلمان ها مسلمان چیزهایی گفتیم بوده و هست و تا امروز هم متاسفانه وجود داشته که ما چیز نیستیم ازش، منکرش نیستیم. خب بیاین خطا را بگیریم ببینیم که دوستا چی نظر دارن در این مورد و سوالا را اگر مختصر مطرح بکنن. تلویزیون آریان افغانستان بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. ما از سویدن گپ میزنم. بفرمایید با ما هستین محمود بسیر. ما گرچه سوالی که دارم راجع نمیشه به مضمون که شما امروز دارید. بله. مگر از بسیار وقت است که ما کوشش کردیم که سوال خود راجع بسازم مگر نتونستیم که امرای شما بله رخ شد. بله. سوال ما ایست که وقت نظر به این که شنیدیم دوستای میگن نماز وقت نماز میخوانیم باید لباس ما عکس نداشته باشه. خب همه قدر سوالتان بود؟
و یکی دوم دیگه که وقت نمازی که قضا میشه. بله. آدم میتونه نماز پیش از نماز دیگه که شروع میکنه قضایی بخونه؟ بله. اما نماز خفتن چطور میشه؟ این وقت آدم نباشه میگه نماز خفتن بعد از ساعت 12 شب روا نیست. خب من اینو برتان میگم. خب تشکر خواهم کرد. خواهش میکنم. خداحافظ. شما. ببینید یکی مسئله لباس ایناست که خب در واقعی که عکس داشته باشه یا نداشته باشه اشکال نداره، اصلا ما قلبای ما با خدا هست، لباس عکس دارینا یا یک منظره است یا یک دیزاین است یک طرح است، هیچ نوع اشکالی درش نیست، هیچ چیزایی است که ما چیزایی است که ما خود ما ایجاد کردیم، اصلا درش یکی فرضاً یک لباس بیخی غیر عادی انسان میپوشه با عکسای عجیب و غریب و با فرضاً او حسابش علایده است که یک مؤمن کوشش میکنه لباس آبرومند و لباس خوبه که بتن میکنه لباسش بهتر باشه اصلا، اما دیزاینای عادی بینا اصلا هیچ اشکالی نداره. و ای که نماز شما مطرح کردین، نماز اگر شما یک وقت فرضاً نماز پیشین قضا میشه وقتش ندارین، فرصتش ندارین، در کار هستین، امکانات برتان نیست، شما میتونین که درست پیش از نماز دیگر رو ادا بکنین. حتی ما این چند بارم یاد کردیم که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم دو نماز را یک جای میکردن، ظهر و عصر یا عصر و شام و مغرب یا مغرب و عشا یک جای میکردن. و نماز خفتن هم که یاد کردین که تا 12 شب میتونه شده نماز خفتن تا 12 شب که ما میگیم اصلا تایم وقت است که خب وقت است که ما تعیین کردیم، ما انسان ها تعیین کردیم که خب بعد از 12 شب روز دیگه شروع میشه اصلا. اما شما میتونین هر موقعی که اگر دو بجام اومدین نمازتان نخوانده بودین با نمازتان بخونین، هیچ نوع اشکالی نداره، با خدا باشین، هنوز دل شب بشینین با خدا درد و راز نیاز بکنین، درد دل بکنین، انشالله که خداوند همیشه دائما شما را میپذیره. تشکر از شما. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. الو با ما هستین بفرمایید. بله. الو سلام علیکم. سلام علیکم. صحتم خوب هستم شما؟ الحمدلله خدا را شکر. آقای واسق جان، دین اسلام یا دین مسیحی یا هر دین دیگه باشه، بله، تحمیلی هم نیست به گفته شما، نه؟ بله. اختیاری هم نیست. ایش اصلا شکل میراثی را داره. خب ببینید میراثی، خب یک نکته خوبی را تذکر دادین، درست است. ببینید که وقت طفلا من خلاص نشده جان بفرمایید. فرضاً اگر شما خدای نخواسته دین خانواده مسیحی به دنیا می آمدین، بله، آیا شما امیال تبلیغ قرآن شریف رو می کردین؟ خب حتما تبلیغ بایبل می کردین دیگه. راست میگین، راست میگین. خب هر کس دین دمو دینش از ما ایره بارها یاد کردیم. بله بفرمایید. صحبتتان تمام شد؟ بله تمام شد. تشکر از شما. خیلی من شما را قطع میکنم صحبت میکنم ان شاء الله. بله. خواهش میکنم. ببینید دین برادر محترم ما گفتن که دین تحمیلی هم نیست و اختیاری هم نیست. خب واضح است که انسان در هر جامعه بزرگ میشه، در هر فامیلی که کلان میشه، اما پدر و مادر مکلف هستن که عقاید خود را برای اولاد خود باید برسانن. اگر یک نفری که در امریکا تولد میشه در فامیل مسیحی، خب مسلمان مسیحی میشه. اگر در فامیل مسلمان تولد شد مسلمان باید بار بیاید. اگر در فامیل یهودی تولد شد کلان میشه، رشد میکنه. اما انسان ها اگر وقت رشد به سن رشد و بلوغ میرسن و میبینن که خب تا وقتی که معتقد هستن به مو آیین خود، به مو عقیده خود، و تا وقتی که میبینن که در راه راست هستن و همه چیزشان درست است، خب او مربوط خداوند هست که امرایشان قضاوت میکنه. ولی وقتی اگر میبینن که یک سر اشکالات هست، شاید هم تو نباشه، چرا کدام دین بهتر است، وقت و فرصت کامل داره پرزن، این دین بهتر است یا این دین بهتر است، کدامش جامعی تر است، کدامش قاطعی تر است، کدامش پرزن کامل تر است، اینا را وقت اگر دارن که مطالعه میکنن، بعد از یک سر مطالعه و ریسرچ و تحقیق اینا بالاخره به این نتیجه میرسن که والا نه
قلبشان متقاعد میشه که نه فرزن یک دینه میگه نه دینه که ما پیروی پدر مادرم برم گفته خب خیر ببینن پدر مادرم به می شکل عقیده داشتن ولی ما این دین دیگر را ترجیح میتم برای ما بهتر است دین کاملتر است دین جامعتر است ما در اون وقت این انسان اختیار داره یعنی میراثی به این معنا نیست که حتما وقت ما گرفتیم باید به دین پدر کلان خود باید باشیم اصلا اون یک چیزی نیست اما ما باید در قبال ازی باشیم که بتانیم حقایق را بیشتر بگیریم و ما که همیشه یاد کردیم که کلام الله مجید آخرین کتاب آسمانی است که برای بشریت آمده آخرین کتاب آسمانی و به شکل ثابت و سالم باقی مانده و او کسایی که ریسرچ و تحقیق میکنن بالاخره انتخاب هم به دست خودشان است که آیا بپذیرن یا رد بکنن مربوط خودشان است و ما شما میبینیم که هزارها نفر سالانه حداقل چند هزار نفر 2000 3000 نفر سالانه در خود امریکا فکر میکنم به طور اوسط مسلمان میشن که هیچ نوع تحمیلی درش نیست مطالعه کردن فامیلای محترم مسیحی بودن یا یهودی بودن به هر شکل بودن یک انتخاب دیگه میکنن فرزن مربوط خودشان است یعنی میراثی بازم تاکید میکنم به این معنا نیست که حتما و حتما از دین پدر و مادر خود ما باید پیروی بکنیم بلکه باید دین باید بفهمیم تا وقتی که طفل هستیم و نمیفهمیم خوب بعد تفکیک کردن نمیتونیم وقتی که رشد میکنن باید هر کس دین خود بفهمه و دینم از طریق کتاب خدا باید بفهمن ببینن که کدام به کدام طرف میرن تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید تلویزیون آریانا افغانستان تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید بله سلام علیکم سلام علیکم بفرمایید با ما هستین سوال یا نظر محدودی دارین در این قسمت بله اول سال نو هجری قمری رو بر شما هجری شمسی رو بر شما بله. کارکنای تلویزیون آریانا افغانستان و تمام افغانایی که در افغانستان این پروگرام میبینن سال نو خوش و پربرکت بر همه خوانم و سال نو تبریکی بر همه میگم تشکر از شما بعد از اون سوال ما این بود که وقت نماز قضا میخوانیم آیا نماز مکمل سنت و فرض بخوانیم یا تنها فرض؟ نه سنت قضایی نداره هیچ وقت سنت قضایی نداره فقط شما ما و شما نماز فرض که به ذمه ما هست و مکلفیت داریم باید او را قضاییش بیاریم اما سنت را سنت نماز است که هر موقعی که شما میخواین داوطلب میشین یک موقعی که فارغ هستین یک موقعی که آرام هستین میخواین با خدایتان راضی و نیاز بکنین یک درکات میخوانین مربوط خودتان درکات چهارکات درکات اما سنت قضایی نداره خوار محترم تشکر از شما خداحافظ تلویزیون آریان افغانستان بفرمایید سلام علیکم سر سلام علیکم چطور هستین سر سر خدا را شکر الحمدلله برادر قند مسئله یک موضوع همینجا از تلویزیون گوش میکدم بله شنیدم که شما در امیسی انتخاب دین بلی. گفتین که هر کس میتونه که هر نوع دینی را که بعد از این که در بلوغت و هوشیاری و وده فهم میرسه میتونه که انتخاب میکنه برای خود بلی. اگر من اشتباه نکرده باشم بلی. باز میگم اگر اشتباه نکرده باشم شاید در دین مبین اسلام اگر باشه باز بر من تشریح بتین شاید اشتباه باشه بلی. کسی که در خود قانون و مقررات و دین چون یک پرنسیپ از یک مقررات است یک قانون است یک اصول داره بله کسی که در دین مبین اسلام از آمد و مسلمان شد بله و اسلام قبول کرد چی از نظر رسم رواج و تردیشن فامیلی خود بله و یا چی به اساس فهم و زکاوت و تحقیقات و هر چیز خود یا مسلمان تولد شدیم مگر از اسلام خارج شدن بله اتن با فکر میکنم که نیست که شما باید از دین مبین از دین اسلام خارج شوین برین دین دیگر را انتخاب کنید ببینید من براتون گفتم برادر محترم در یک تذکر دادم که امروز ما فهمیدیم بسیار تشکر مختصر خودت چون نشوه که بله سوی تفاهم تشکر از واقع شیم فکر میکنم که ما از دین مبین اسلام چون دین قبول کردیم اتنیست که هر چیز ما میتونیم که اختیاری بر خود بمانیم من براتون توضیح میتونم تشکر برادر بود رات وجود داره معذرت میخوایم اگه نمیده حتما انشاءالله صحبتتان حتما خواهش میکنم السلام علیکم السلام
ببینید من پیشترم یاد کردم که خب دین مبین اسلام کاملترین دین است که آمد و قرآن عظیمشان به صراحت تمام در سوره مائده آیه سوم سوره مائده قسمت دو آخر آیه بر ما میگه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ما امروز آخرین یکی از آخرین آیاتی بوده که در برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد در صحیح عرفات بودن و می فرماید که امروز ما بر شما کامل کردم دین را، کامل کردم دین را. خود در امور بعضی ها میگن که در جای دیگه آمده، منتها در امور روزهای آخر آیات اخیر است که بر محمد صلی الله علیه و سلم این وحی میشه که من امروز دین براتان کامل کردم و اتممت علیکم نعمتی و نعمت خود را هم بر شما تمام کردم و رضیت لکم الاسلام دینا و پسندیدم بر شما تسلیم شدن به خدا را من حیث دین. پس اینجاست که تضمینی که خدا میده در کتاب آسمانی که دین اسلام را کاملترین دین و نعمت خدا تمام کرده، بعد از او دیگه نعمت نیست، کاملترین نعمت اونمی نعمت است که امروز در قرآن گذاشته شد و رضیت لکم الاسلام دینا و پسندیدم بر شما دین اسلام را که شما تسلیم خدا باشین و از کتاب پیروی بکنید. پس اینجاست که وقتی کسایی که مطالعه و تحقیق میکنن، یعنی باید آیا عمر انسان اینقدر فرصت بر انسان میده که تمام ادیان را مطالعه و تحقیق بکنه، اما یکی یک تعداد که فرزن میخواین که مطالعات انجام بتن و ریسرچ و تحقیق اینا و بالاخره انتخاب بکنن، یعنی به عقیده ما هر کسی که باشه، اگر یک مسیحی باشه یا یک مسلمان باشه یا یک یهودی باشه، هر کسی که باشه که این کتاب را با می چیزایش بخوانن و این کتاب جامعه هست، این کتاب است که آخرین کتاب آسمانی هست و این کتاب است که هیچ نوع تغییر و تحریف در 1400 سال درش نامده، خب مسلمان به شکل درست و معقول اگر تحلیل و ریسرچ شوه اصلا شک درش نیست که کسی از این نمیگرده، ولی آزادی در دین است که باید انسان این آزادی را باید هم تضمین بکنه. و اینطور هم گفتن نمیتونیم که کسی که در دین آمد دیگه هیچ حق نداره که از دین براه. چرا این حق نداریش؟ بس مسئله است که اشکال داره، یک نوع چیز صلاحیت است که ما بر خود قائل میشیم که حق نداره و همینجا میگیم حق نداره. در کشورهای اسلامی میگن کافر شد خلاص، کافر میگن مرتد شد، باید کشته شد، باید. هیچ کس حق از این نداره، هیچ کس. کسی که انتخاب میکنه رایش مشخص است، خدا خودش میفهمه و کارش، و قرآن عظیم شان میگه فمن شاء فلیکفر. کسی که میخواد ایمان بیاره، کسی میخواد کافر شوه. آیه که در سوره انسان هم براتون گفتم که انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کسی که میگه من راه را برشان نشان دادم، کسی که شکرگزاری میکنه هم دلش، کسی که کفران میورزه هم دلش. اما این نعطه یعنی عذاب را خداوند برشان، برو کسایی که از راه حق میگردن مسلمان عذاب را خداوند برشان به اصطلاح تعیین کرده. اما نمیتونه انسانها دست به کار شوه بگه که نه، کس نمیتونه، هیچ کس نمیتونه که از دین برایه، یا یک حالت اختناق میشه. این باید توضیح داده شوه که واضح شد برای همه عزیزای ما، بخصوص در جهان اسلام که هیچ کس حق ازیره نداره که فردن از دین بگرده. مربوط خودش است. مسئولیت چه باید خودش ورداره. انسانی که مسئولانه عمل میکنه هیچ وقت از این کتاب نمیگرده. انسانی که مطالعه کرده این کتاب را اصلا به هیچ قیمته، مثل بلال حبشی که سنگ سرخ، سنگ داغ کلان از عربستان در روی سینش میگذاشتن و میگفت که از اسلام بگرد و میگفت احد احد، خدا یکیست خدا یکیست. یا ام یاسر که اولین شهید زن بود در اسلام، حتی شهادت را قبول کرد و برگشت از اسلام را قبول نکرد. ببینید وقت دین را بفهمن اصلا هیچ چیز دیگه برشون مفهوم نداره اصلا. اما ای که اگر کسی مسئولیت نمیپذیره و این کار میکنه، خودش عذاب و دردش باید خودش بکشه و مسئولیتش باید خودش برداره دیگه. تلویزیون آریان افغانستان بفرمایید. علی سلام علیکم.
صاحب سلام علیکم. واسی صاحب مبرم شما زحمت دادن، سلام احترامات خدمت شما تقدیم است. خدمت شما. یک سوال داشتم از بله؟ شما. اون این که در قسمت خودکشی از نگاه دین اسلام. بله. یه همه ما شما میفهمیم که مثلا در دین اسلام هر کسی دست به خودکشی میزنه حرام است. کاملا. حالا میخوایم از شما یک معلومات مفصل. بله. از نگاه اسلام چی حدیث در قسمت گفته شده و بله. که چی آیات در قسمت نازل شده. بله. شما لطف کنید یک در توضیح بدین ما ممنون میشیم. حتما چنانی خواهش میکنم. بسیار تشکر. تشکر از شما. آخر لطف کردین. ببینید خودکشی چیزی است که حرام است. قرآن عظیم شان به صراحت یاد میکنه که ولا تقتلوا انفسکم، شما خود را نکشین. دو معنا میده، یکی خود را نکشین، یکی هم دیگر را نکشین. خود را نکشین و هم تعبیر دیگه چیزی که دیگر را، یعنی هم نوتان را نکشین، انسان ها را نکشین. اما یگانه آیه که بسیار زیاد قاطع است این است که ولا تقتلوا انفسکم، شما خود را نکشین. و حدیثی که در این مورد آمده، در مورد خودکشی احادیث زیاد است، منتها بیشترش هم در امی بمی تعبیر و عبارت هست که کسایی که خود را میکشن در آخرت با مو وسیله که خود را کشتن، فرضاً با کارت خود را میکشن، در آخرت میگه خود را به مو شکل اذیت و آزار میده و عذاب میکنه. کسی که خود را بدار میبنده فرضاً به مو شکل در دوزخ معذب میشه. کسی که فرضاً توسط انفجاری خود را میکشه به مو شکل معذب میشه. احادیث مکرر در این مورد از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم آمده و تاکید است. و ضمناً باید تذکر بدم که خودکشی چی به چی معنا است. به این معنا که انسان نفس خود را، روح خود را، جان خود را خودش میگیره. ما اختیار نداریم، ما یک امانت دار هستیم. این امانت است که بر ما داده شده و امانت را بر صاحبش که خالق ما هست، بعد هر وقتی که رضایش باشه باید لبیک بگوییم، برش بسپاریم. ما حق از این را نداریم که بگوییم نه، این مشکلات سر ما آمد، ما خود را میکشم دیگه. اصلا نه، اصلا ما این حق نداریم. هیچ انسانی حق نداره که امانت را که خدا برش داده و تا اون موقعی که خواست خدا هست که امانت پس از پیشش بگیره، انسان دست به کار شود و بگیره. و بخصوص دردناکترش هم ایست که انسان هایی که امروز متاسفانه مود شده و رواد شده خود را هم میکشن و یک تعداد انسان های بیگناه دیگه را هم میکشن که معلوم نیست که اونا کیا هستن. طفل است در بینشان، زن است، پیر مرد است، بیگناه است، کلش بیگناه است، کلش بیگناه است. مگر اینکه در یک جای با در میدان جنگ هستن، با عسکر اردو اینا می جنگن، این حسابش علای دست که علما یک توجیه دیگه برش داده. اما در غیر از او در بین مردم های مدنی کاملا حرام است، مطلق حرام است. و من براتون یاد کردم که کسی که اتون انسان ها را، یک انسان را بیگناه می کشد، سوره نسائی 93 به صراحت میگه که جایشان ابدی دوزخ است، لعنت خدا سرشان هست و عذاب و درد ابدی نصیبشان است. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. آقای وسیق سلام علیکم. صاحب سلام علیکم. من سهراب از دبی خط شما گپ می زنم. خوش شدیم از صحبتتان، بفرمایید. من از صحبت های شما مرا بسیار خوشم آید. خدا را شکر. یک نظری بسیار مترقی از اسلام دارین، یک شکل بسیار مترقی اسلام ایران میدین. بحث اختیار یک چیزی است که واقعا بسیار عمیق است و بسیار، یعنی متولیان رسمی دین هنوزم مرتد شدن و ارتداد، یعنی خارج شدن از دین، گناه نابخشودنی به حساب میارن. بله. این نظر است که در بسیار مجامع دینی این نظرتان شاید که بسیار مورد حمله قرار بگیره. حتماً دیگه، حتماً دیگه. بله بله. نص قرآن است که لا اکراه فی الدین، کاملا. بله. و همین که میگه بشارت بده به بندگان ما که حرفا رو میشنون و از او بهترینش انتخاب میکنن. بله. ولی رسماً نه تنها در دین اسلام که حتی در گذشته های مسیحیت هم چقدر از قرون مسلمان فرار می سختندن. بله. و می کشتن برای که از حتی کلیسا خارج می شدن. بله. و در اسلام هم اینطور نظریه هنوز متاسفانه در اکثر جوامع رسمی دینی رایج است که مرتد شدن یک گناه نابخشودنی و یگانه جزای از او کشتن است، یعنی که باید کشته شود مرتد، یعنی که
در بسیار نصوص بله. اصلی دینی نه و از بله. دست دوم و دست سوم مفسرینی را بله. یاد کردن بله. ولی بزرگترین مفسرین قرآن اونمو من میگم یکی از اینا مولویست و یا سنایی که چخب اشعار گفته که یعنی لازم نیست که شما با یک طریق بسیار با قسم متحجر به دین نگاه کنیم بله. سنایی که گفته سخن که از روی حق کوی چه جا بلقا چه جا بلسا قدم که از روی حق مانی چه جا بلقا چه جا بلسا سخن که از روی حق کوی چه اوریانی چه سوریانی یعنی که شما تنها به نصوص رسمی مسائل دین نباید تفسیر شود یعنی که اگر کسی میخواید که ادعا کنه که دین اسلام تنها با مسائل ارسی و اینا رابطه داره یک چیز است که اشتباه است یعنی کسی که به هر راهی که به اصول اصلی عدالت اجتماعی و اینا را طرفدارش هست بله. اون برای درست رفته ولو که به دین اسلام هم نباشه به ادیان دیگه هم باشه کاملا قابل احترام است کاملا کاملا زیادتر وقت شما رو نمیگم من تشکر میکنم از شما نظرتان بسیار تایید میکنم نظر بسیار نیک است به خدا سپرده میتونه من میجا یک آیه به خاطر محمد در مورد مرتد شدن که هیچ جای قرآن دو آیه در قرآن در مورد مرتد شدن آمده یکیش در آیه 54 سوره مائده سوره 5 قرآن پاک یا ای الذین آمنو من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه کسی که از دین خود مرتد شوه به زودی خداوند قوم را میگه که قوم را جاگزینش میسازه که او قوم که خداوند نار دوست داره و اونا خداوند را دوست داره به میشکل آیه ادامه داره یکی در اینجا که نگفته هیچ جای هیچ اصلا نگفته که شما بکشین و او را از بین ببرین ابدا و یکی هم در سوره بقره است که اگر من پیداش کرده بتانم سوره بقره سوره دوم قرآن پاک بله آیه 217 است که قسمت دوم آیه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره کسی که از دین خود بگرده و در حالی که کافر است بمیره در حقیقت اعمالش باطل شده در دنیا و آخرت و اولئک اصحاب النار و اینا اصحاب دوزخ هستند هم فیها خالدون اینا در اونجا جاودان میمانند ابدا نگفته که شما بکشین و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم در تاریخ نمرود نشان میده که وقتی که از معراج آمدن به معراج سفر معراج کردن اسراء و معراج یک تعداد کسایی که تازه به دین اسلام آمده بودن و وقتی خبر شدن گفتن دیگه ما این را دیگه قبول کردن نمیتونیم مرتد شدن پس گشتن از اسلام یک تعداد بسیار کم یکی دو نفری بود البته به اون تعداد کمی که داشتن تاریخ نوشته میکنه و یکی هم در موقعی که قبله تغییر خورد قبله که محمد صلی الله علیه و آله و پیامبران یاران مبارک به سوی بیت المقدس نماز میگذاشتن در جریان نماز قبله تغییر خورد و به سوی کعبه باید رو میگشتاندن یک تعداد کسایی که از اهل کتاب بودن و رو آورده بودن به اسلام اونا هم به این شکل گفتن نه دیگه ما چیز نمی کنیم پس از اسلام گشتن پس به دین اولی خود و پیامبر خدا هیچ کار نکردن که اونا را بکشن یا از بین ببرن هیچ چیز تاریخ نوشته نمی کنن بس به این خاطر قرآن از ایشان بسیار واضح هست ما دین را مزایا و خوبی های این دین را برای همه باید برسانیم که قبولش بکنن با بهترین شکل قبول بکنن و حتما همه انشاءالله می پذیرن تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید بله بفرمایید با ما هستید بله تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید بله سلام سلام علیکم خوب هستین تشکر سلامت باشین ببخشین بسیار زیاد کلماتتان خوشم میاد بسیار گپ شما میدین من گریه میکنم خدا همراهتان باشه قلبای خوب همیشه چیزای خوب میگیره کلام الهی واقعا زیباست هر کسی که نزدیک با خداست قلبش راستی با گفتار خدا با گریه میشه خدا با وقت پدر من اینمی چیزایی که شما ندیم بسیار روشن و واضح میگفتیم به ما میگفتن راستی من بجر یک آدم گناهگار استم به او سویه رسیده نمیدارم من نماز و خفتن همیشه من ناوقت میخوندم من ناوقت میخوندم یک نتیجه میدیدم وقتی که نماز میخوندم یا
یکون دفعه فکر میکنم بیخی بی خود شدیم. راستی آدم امو شب و نیمی شب که نماز میخونه با خدای خود پیماشن. واقعا؟ اما هر کس مرا چی میگو؟ نه بعد از 12 بجه شب نماز نمیشه. همیشه همیشه نماز اصلا و اصلا نمازهای تهجد اینا کلش باد از بله بله چیزایی است که ببینید یک سری قیودات است که متاسفانه که من ان شاء الله سرش قیودات وضع می صحبت می کنم بسیار که باید این قیودات را که خدا وضع نکرده و ما وضع می کنیم سر انسان های دیگه این گناهش بزرگ است بسیار گناه بزرگ داره که ما بدون سند و دلیل یک گپ را می زنیم که والله کار نکوی کار حرام است کار حرام است اصلا درست نیست انسان انشاءالله سرش صحبت میکنیم من نمیخوایم کاله وقتی قربان شوم که دین اسلام قربان شوم دین بسیار پاک است ما بارها گفتیم که از عبادت کردن کده اطاعت کردن بسیار مهم است بعضی آدم هاییست که عبادت میکنن اما اطاعت نمیکنن اطاعت از خدا بله شما را از اطاعت نگردانه خداوند تشکر از شما بسیار زیاد من 5 دقیقه وقت دارم برای ما وقت دادن انشاءالله که بتونیم یک دو خط دیگر هم بگیریم. تشکر خواهر محترم. با امان خدا. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ بعد وقتیم بسیار کم است. اگر شما سوالتان بسیار مختصر مطرح بکنین بسیار خوش میشم. تشکر بسیار زیاد از پروگرام دلچسبتان. بسیار پروگرام دلچسب دیدنی. سلامت باشین. یک سوال داشتم میخواستم از شما در جریان بانم. بله. من خارج از موضوع آمد منطقه ما شما را هیچ وقت دسکتی نمیکنم بله مصادف میکنم روز رخشنه بفرمایید سوال ما این است که امی دو دختر و بچه که با هم شیر خورده باشن بله آیا نکای از اینا رواست هست؟ نیخ روان نیست دیگه برای اینکه اونا برادر خواهر رضایی میشن برادر خواهر رضایی نکایشان روان نیست که چیز بکنن نکاح بکنن چون از اون شیر روش کردن که مگر ای که فقط یک قدر شیر خوردن او را نمیگم اصلا اما ای که اردو یک جا شیر خوردن و فرزن روزها یا هفته ها یا ماه در صورت از اون شیر یک مادر روش کردن در حقیقت به نام برادر و خواهر رضایی و اینا نکاحشان درست نیستن تشکر از شما خواهر محترم بله مختلف بفرمایید خواهش میکنم یک خط آخر دیگر هم میگیریم تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید تلویزیون آریانا افغانستان خب تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید بله سلام علیکم سید سب سلام علیکم سلام علیکم سید الحمدلله بفرمایید سلام علیکم محترم خوب هستید الحمدلله خدا را شکر پروگرام بسیار دلچسب و جالب و دیریس واقعا بسیار جای افتخار است سلامت باشین اول داشو دین اسلام واقعا یک دین بسیار پاک و محترم و بزرگ است اما چی موضوعات است که دین ما قدر به طرف بدبختی ها روان است تشکر سوال بسیار خوب است امید است یک دو دقیقه وقتی که دارم ما بتونم میره جواب بگم سوال بسیار جامع و خوب است تشکر از شما یک چیز دیگه ما میخواستم بگم که بله بله بفرمایید هنوز چیز هستین بله همین موضوعات را که ما شما دین اسلام یک دین بسیار دموکرات است و دین بسیار فعال است و دین بسیار زنده است بسیار موضوعات است که همین تبلیغ دین ما فکر میکنم که پرابلم است این همه قیل کوتاه سوال داشتم تشکر و نظری از ورجینیا زنگ بسیار تشکر آقای نظری ببینین اولی که سوال برادر مادر دو سوالشان بسیار با هم دیگر مرتبط است سوال بسیار جامعی هست یک بحث کار داره یک بحث یک روزه سرش کار است که یک ساعت سرش بگذرانیم اما مختصر اما قدر میگم برشان که مشکل یا پرابلمی که امروز ما مسلمان ها داریم به خاطر دوری از این کتاب آسمانی است از این کتابی که ما 1400 سال از این کتاب را داریم ولی متاسفانه تا هنوز امروز که قرن 21 است اکثریت مطلق مسلمان ما از این کتاب خبر نداره بخصوص ما افغان ها فوق العاده چرا سطح بی سوادی در بین ما بسیار زیاد بوده و اند یک مشته یک فیصدی بسیار اندکه که با سواد هم بوده از این قرآن آگاهی نداشتن و بدبختی دیگه که سوال دوم تا هم برش راجع میشه است که مسئله تبلیغ چرا چیزهای دیگه آمد امرو از این کتاب مخلوط شد و این کتاب را از حالت سوچه بودنش کشیده شد اصلا فعلا خدا را شکر که این کتاب با حالتش باقی است و ما به شکل عربیش داریم اما یک سلسله چیزهای نادرسته که مردم در کتاب ها نوشته کردن و
مسلمان ها هر جای میره تبلیغ میکنه و ازش دیگرها به اصطلاح خودشان مستفید میسازن، ولی متاسفانه از رای اصلی که قرآن است به دورشان میکنه. و ما یک مثالی که میتون مثل عزیز که فرزند یک جام آب که بارها اینو مثال دادیم، یک جام آب زلال و شفافی است که انسان میخواد بنوشش، اما شما چند قطره خون را اگر درش گرد بکنین دیگه او آب آب نیست، در حقیقت خون آب شده، در حقیقت او آب خاصیت خود، خاصیت فیزیکی خود از دست داده، رنگ پیدا کرده، بو پیدا کرده، ذائقه پیدا کرده. پس این قرآن امروز اینقدر چیزها را مخلوط کردن که امروز وقت ازی است، قرن 21 امید است که قرن باشه که مسلمان های ما، افغان های ما این کتاب آسمانی را خودشان بخوانن، ترجمهش بخوانن، بفهمن و ببینن که خدا چی گفته و چیزای اضافی که نبوده و علما یا واعظین یا هر کسی که بوده، البته کسایی که در مساجد صحبت میکنه بیچاره به کدام شرایط رشد کردن. ما و شما میفهمیم کشور عزیز خود افغانستان را، یک چند کتاب را میخوانن، قدری و منیه و کنز و مستخلص و اینان میخواندن، میرفتن یک لوگی بسته میکردن، میرفتن نماز میدادن، میرفتن مولوی میشدن، اصلا ملا میشدن. ولی به او انسان نمیشه، باید این کتاب، کتاب مسلمان قرآن است، نه مونیه است، نه کنز است، نه مستخلص است، نه قدوری است، هیچ چیز نیست، این کتاب مسلمان است و این کتاب باید مسلمان بفهمه قبل از اینکه میره به تبلیغ اینا، و این کتاب باید در بین مسلمان ها این کتاب باید برسه و این کتاب جامعه است. اصلا عمر 50 60 70 80 تا 100 سال عمر انسان بسیار کوتاه است که این کتاب حتی یک قطره از این بحر بگیره. چطور ما میریم هر طرف دیگه؟ باید اول کتاب رو بفهمیم و دردهای ما فقط دوری از این کتاب آسمانی است و اگر هر قدر به این کتاب نزدیک شیم حتما دردهای ما درمان پیدا میکنه. و امید به خداست که این بازگشت به قرآن یک برنامه باشه که همه ما را به شمول خودم بتانه بیشتر به سوی قرآن نزدیک بکنه و حتما با خدا خواهد بودیم و خداوند با ما خواهد بود. و امیدوار هستم که روزهای خوش سال نو را سپری بکنین، هنوز هم هفته اولش است و شما عزیزان را به خداوند کریم و رحیم مسپارم و بینندگان محترم که خطهای ما روشن است و پشت خط هستند ازشان معذرت میخوایم. امید است در آینده بتانیم سوالشان را جواب بگویم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الجليل دعائم الفديلة ويا الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة.